ماشین هم همه کار بود. چیه دادید؟ بیرن رو خود باشین اکس بردارم. هیچ مداره که همراه تون نه رفته اصلا سند دادن تعویض بلاک. شما الان کجا تشریف دارید؟ من نشون رفتم منزل. الان اینجا کجاست؟ اینجا خونه دوستم رو منزل دوست. بله. پیست که نیست؟ نه بابا اطلاف بود 240 کیلومتر رانندگی بکنید. نه من درست اطلاف بود دورم. اطلاف تو خورد بود؟ 240 کیلومتر رانندگی میکردی؟ درست. مداره که چی همراه تونی؟ نه چی هم نیست. با نامزدم دعوام شده بود. بله با نامزدم دعوام شده بود داشتم میافتم. چه دلیلی میشه که شما 240 کیلومتر توی بزرگراه نیایش رانندگی بکنید؟ اطلاف بود بابا. یه تست خب جانتال مثبت شخص مثبت آدم سالم که نمیاد جانتال لطفا دست نکنید. به خدا من کاری نکردم. چی کار میخواستیم بکنیم آقای رانده؟ من معذرت میخوام. من شما خود بود با همزدم دعوام شده بود. بله الان چه ربطی داره به این حرکات شما؟ بله من عوض بخوام دستان نزنید. دستان نزنید ببخش دستی کرد. همکارم پس گرفتن از شما. جوابش مثبته. من بله چیزی مصرفان کردم. چرا؟ بس برای چی مصبته؟ من چیزی مصبتم کردم. خواده از قرصه روانگردان؟ نه بودم من بله جانسان ایشون هیچ مداره کم همراهشون نیست. من یک تلفنشان تحلیل شما بشه. ولی چی باید این کار رو بکنید آقای رنده؟ با خودتون اجازه بدید از قرص روانگردان استفاده بکنید. 240 کیلومتر زمانیم صبح من قرص توی نیایش رانندگی بکنید. من معذرت میخوام. اگه مردم چه گناهی کردن شما به عنوان یک چون سم دیگه اسمشو متخلف هم نمیشه گذاشت. شما اسمشو باید مجرم به عنوان جرم کسی که میاد خیابونا قصد جون مردم رو میکنه. من دیر کرده بودم میخواستم سرکا برم برسم خونه که 240 کیلومتر سرعت جون سمان نزدیکن رو پای خودش بند نمیشه. بعد این میشینه پشت خود رو 240 کیلومتر قصد جون مردم رو میکنه. اطلاف خود بوده برست. مردم چه گناهی کردن؟ ببخشید جون سمان تحلیل کلانتری یه واحد انتظامی تشبیه من تحلیل بگیرن تو خودت جرمشون دو بخش داره. یه بخششون مربوط به انتظامی هست یه بخششون مربوط به ما. پلیس تقاضا میکنه نسبت به یه لطف بکنیم ضبط گواهی نامه شما یه لطف بکنیم محرومیت از رانندگی شما ابطال گواهی نامه شما جنسان یه درخواست یه حال محرومیت از رانندگی ابطال گواهینامه شما یک سال از محرومیت از رانندگی محروم میشن ایشون پس یک سال از طریق آموزشگاه اقدام بکنن برن گواهینامه بگیرن. این خود رو مدرک کیه؟ مال خود های ماشین. خب جنسان در اختیار شما برابر مقررات جهت سیف مراحل قانونی یه لطف بکنید. بله لطف بکنید آره امشب مادرم منتظرم اصلا مشکل خانوادگی داشتم به خودت بخواستم فقط نمیخواستم مشخصه کسی که این کار رو میکنه باید مشکل داشته باشه. درست میفهمید مشکلتون رو ما قبول میکنیم از شما. پلیس بزرگراه هستم در آزادراه 14-06 کیلومتر 38 لاینه غربی هستم. بله بفرم دو دستگاه سواری مزدا و موتو با سرعت غیر مجاز سبقت های غیر مجاز در حوزه استفاده شما در حال حرکت هستم. ظاهرا با هم کورس گذاشتم. لطفاً موقعیت گشت بزرگراه شماره 17 از عمران چه؟ عمران 4 بفرمایید. برابر اعلام گشت هوایی پلیس بزرگراه دو دستگاه سواری مزدا و موتو
هر کیلومتر 38 که ظاهرن با هم کورس گذاشتن مشاهده شده و به سمت شما در حال حرکت هست. آمادگی لازم رو داشته باشید. بله، پیام دریافت شد. ساز و کسب حد نصاب نمره منفی در یک سال با تشکیل پرونده برای رانندگان متخلف و ارجاع آن به مراجع قضایی نسبت به توقیف مدت‌دار خودرو و محرومیت از رانندگی و ابطال گواهینامه آنها اقدام کرد. بله. برای این رانندگی هم با هم درگیر هم مجازه فهمه دید حالا بررسی میکنیم چقدر نه در حالا واقعا اگر یه آقا مهمی کسی مشکل داریم نه خیر سریعا با پلیس 110 ما تماس میگیرم به نزدیکترین واحد انتظامی و راهور ما پلیس راه ما ابلاغ میشه خودروشون رو متوقف میکنیم ما رسیدگی میکنیم خودمون نیاز نه مشکل شما چیه آقای بعد از راه رو میرفتم بله این مدیه خوبه با هم کورس گذاشتید شما نه جناب شما داشتیم راه مون رو میرفتیم خب بسان تخلفات شما ملازم همون دید شما سرعت سرعت کورس لایه کشی یه میخواستیم چکار بکنی شما دو نفر مشکلتون چیه؟ آقا جناب زبایه میگرفت خوبه این فهمون میگرفت جناب اون جنب نمیره چرا آقا کار داریم زندگی داریم بزن کنار دیگه فهمون رو میگی بنا خیلی هم با هم مشکل دارم کم مشکل ندارم بله با جون خودشون بازی میکنم با جون دیگران بازی میکنم حالا زفن اه
تست گرفتن از شما، تست مثبت. جانسون لطفاً دست من. جانسون بدم. چرا با جون خودتون بازی میکنید؟ چرا با جون مردم بازی میکنید؟ آقا یه محترم. کوتاهی کنید جانسون. معذرت. چه کوتاهی بکنید؟ معذرت میخوام. دیگه تکرار نمیشه. خب. بله. منفیه. شما تشویق ببینید. از کجا مشکل شما شروع شده؟ از اتوبان شیخ فضل‌الله. شما از تهران تا کرج با هم کوش گذاشتین، اینجوری لجبازی کردی با هم؟ هی گرفت و عصبی شد، دست خودم آزاد. خب باید چیکار میکردید شما؟ خب یکیتون که آدم منطقی بودین میتونستین به پلیس 110 زنگ بزنید، تماس بگیرید، تخلفاتشون رو اعلام بکنید. نیاز به اقدام خودتون نبود که؟ اجازه بدید من حرف بزنم. بفهمید بابا من چراغ دادم ایشون نرفتن کنار، چون که داشتن اذیت میکردن. آقا یه چراغ دادن نکشیدن خودتون کنار، این همه با جون خود با جون دیگران بازی کردن لازم داره؟ دستم از سختی اعلام شده، ابلاغ شده. من خدمتتون عرض کنم که قانون در مورد این تخلفات که ملاحظه فهمید کورس لایکشی و حرکات نمایشی هست. موارد توقیف خودرو و نحوه اعمال قانونش هست. خودرو رو ما اولین پارکینگ متوقف میکنیم، تشکیل پرونده میدیم، اعزام به دادگاه است. بله الان سوابق راننده رو حتما ما بررسی میکنیم، چنان که در سوابق رانندگیشون سه بار مرتکب تخلفات نهگانه ما شده باشن که قبلا هم خدمتتون اعلام کردیم، گواهینامه شون رو تا 6 ماه ضبط و 6 ماه هم برای راننده فاتی محرومیت از رانندگی پلیس در نظر میگیره. نه آقای راننده، کسانی که میان کورس لایکشی حرکات نمایشی انجام میدن جناب سروان، بر اساس آخرین دستعمل ابلاغی ما خودروشون همونجا متوقف میشه با تشکیل پرونده و ارجاع به مقام محترم قضایی، هم نسبت به توقیف بلند مدت خودروشون و هم ضبط گواهینامه 6 ماهه شما، هم محرومیت از رانندگی 6 ماهه شما پلیس اقدام میکنه. ببخشید. از حق مردم که ما نمیتونیم ببخشید. شما همین شما هم خودتونم خاطی هستید. شما خودتونم مقصر هستید. سوابقشون رو ملزم هم گفتم. خلاصون ماکسیمال. تقریباً فقط پرداخت نشه. 75 پنره تخلف پرداخت نشده دارن ایشون. 2,552,000 تومان جریمه معوقه. 52,000 تومان جریمه معوقه دارید. اینم وضعیت رانندگی شماست. ملاحظه بفرمایید. اینم تخلف حادثه رو سوابق شما درج شده. سوابق گواهینامه شما. ملاحظه بفرمایید. 15 فقره. بله امسال ما دستمون این مقدار بیشتر باز هست. رانندگانی که به علت ارتکاب سه فقره تخلف از تخلفات نهگانه مندرج در ماده 10 آیین‌نامه اجرای قانون نحوه رسیدگی به تخلفات، تخلفات رانندگی جریمه شدن، یک سرعت غیر مجاز، دو سرقت غیر مجاز، سه تجاوز به سمت چپ از خط وسط معبر، چهار عبور از محل ممنوع، 5 عبور از چراغ قرمز، 6 عدم رعایت حق تقدم عبور، 7 نقص فنی، 8 عدم توجه به فرمان پلیس، 9 دور زدن در نقاط غیر مجاز. کسانی که در طول یک سال 3 بار از این 9 تا تخلف و اعمال قانون بشن و در سوابق گواهینامه‌شون هم درج بشه، از 6 ماه گواهینامه‌شون ما ضبط می‌کنیم، 6 ماه هم محرومیت از رانندگی براشون در نظر می‌گیریم. در اختیار شما با تشکیل پرونده نسبت به توقیف خودروشون، ضبط گواهینامه و محرومیت از رانندگیشون اقدام می‌کنید.
این آقای راننده ماکسیما و اینم هم همینطور خودروشون اولین پارکینگ متوقف میشه. سوابوشون هم یه بررسی بفهمید. بله. هشت بقل فرداخت نشده. چهار فرداخت هم که تخلفات استاز. نه هم سوابوی شما سایرم. همکار من اولین پارکینگ خودرو شما رو متوقف میکنه. گوهی نمایش هم جان سوابوی زمت رسید میفهمیم. از نصاب پایان منفی رو ایشون کسب کردن در طول یک سال. چهار فقط تخلف حادثات رو سوابوی گوهی نمایشون درست شده. خودروشون متوقف. ضبط گوهی نامه. شش ماه محرومیت از من دید. حتی شما ملزم کنید الان چند کیلومتری که ما خوشتر این آقای بودیم دو تا ساعت خود رو دیدیم که تخلف میکنن همه رعایت قانون رو میکردن چون خیلی در اقلیت هستن. اگر اصلا هر چقدر به نظر من سخت بگیرن برای این اقلیت تعداد کمه راننده خاطی باز کم چون اینا هم میرن برای رانندگان میان که خوب رانندگی میکنن ایجاد خطر میکنن.